یک روز بعد از تایید حکم حسن‌زاده، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان، امروز کارگروه توسعه صادرات استان کرمان با حضور رایزن تجاری جمهوری اسلامی ایران در لبنان برگزار شد. کارگروهی که حداقل یک سر و گردن با کارگروهایی که قبلا برگزار می‌شده فاصله داشت. حجم صادرات استان کرمان چیزی حدود 2.2 میلیارد دلاره و قراره که ما این میزان صادرات رو برسونیم به 10 میلیارد دلار، چیزی حدود 5 برابر میزانی که هست. و این قرار از طریق افزایش تعداد کالاهای صادراتی و افزایش تعداد کشورهایی که ما بهشون صادرات انجام میدیم اتفاق بیفته. یکی از کشورهای هدف لبنانه، کشوری که جمعیتش حدود 5.5 میلیون نفره و تقریبا با دو کشور فلسطین و سوریه همسایه است، اما با 22 کشور از طریق مرزآبی ارتباط داره و میتونه بازار خوبی برای ما باشه. الان میزان صادرات کشور به لبنان حدود 20 تا 60 میلیون دلاره، یعنی در واقع حدود 0.5% از کل وارداتی که لبنان داره. اما ابراهیم محمد رضازاده، رایزن ایران در لبنان، معتقده که میشه این میزان صادرات به 1.6 میلیارد دلار افزایش شد. اما سهم استان کرمان از این بازار میتونه چقدر باشه؟ بر اساس اطلاعاتی که مدیر کل گمرکات استان در اختیار میگذاره، 370 هزار تن کل صادرات استان از گمرکات داخلی استانه که تنها 1000 تنش به لبنان صادر شده که به لحاظ درصدی یه چیزی حدود 0.3% و ارزش دلاریش هم تقریبا 2%. محصولاتی که ما به این کشور صادر کردیم اغلب پسته بوده، اما ظرفیت خوبی برای صنایع دستی و خرما و سایر کالاها این کشور میتونه داشته باشه. این کشوری هستش که در سال اخیر به جهت اینکه ارزش پولش کم شده و نقدینگی دست مردم کمتر شده، مردم به سمت کالاهای ایرانی راغب شدن. یعنی مردمی که تا قبل اصرار داشتن که حتما شکلات سوئیسی مصرف کنن و از کالاها و برندهای خارجی استفاده کنن، الان به جهت اینکه پول چندانی دستشون نیست، به سمت کالاهای ارزون قیمت راغب شدن و کالاهای ایرانی رو امتحان کردن و در واقع دید خوبی نسبت به کالاهای ایرانی دارن. در این جلسه در خصوص ظرفیت‌های لبنان برای کرمان بحث شد و همچنین در خصوص اینکه ما میتونیم فرش، گلیم و پسته به این کشور صادر کنیم و در عوض در واقع موز از این کشور وارد کنیم و به نوعی تعاطر انجام بدیم. همچنین پیشنهاد شد که ما در واقع به این سمت بریم که فرش دست دوم ایرانی رو به لبنان صادر کنیم، خصوصا که مردم این کشور بیشتر راغب هستن که کالاهای ارزان قیمت رو در واقع خریداری کنن. این بازار میتونه بازار خوبی برای ما باشه.